برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام عرض ادب و احترام تقدیم بر شما بیننده های عزیز و محترم، عزیزان و دوستان فارسی زبان ما در هر کجایی که هستید، در هر گوشه ای از جهان زیبای خدا که هستید و برنامه خودتون، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. انشالله که همیشه صحتمند و سلامت باشین. بسیار بسیار مفتخر هستیم که شما دوستان خوب ما باز هم برنامه خودتان را انتخاب کردید برای دیدن. انشالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. عزیزان و دوستان، امروز چهارشنبه است، همچون چهارشنبه های دیگه مهمان خوب برنامه ما خانم شریفه علیزاده هستن. یک سلامی هم با ایشون داشته باشیم. سلام علیکم، بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر که سلام. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان خوبی برنامه. انشالله هر جایی هستین در صحتمندی کامل و سروری. انشالله، بسیار تشکر از شما خانم علیزاده. اما بینندگان محترم، شماره تماس برنامه زیرنویس میشه، قطعا فراموش نمیکنید. از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با همکاران ما در ارتباط شید. همین الان هم میتونید که نظرات خودتون، انتقادات و یا پیشنهادی اگر در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه دارید برای ما روان بکنید. بسیار بسیار ما خوشحال میکنید وقتی که با ما در ارتباط میشید و همچنان برنامه از طریق اینترنت هم قابل دسترسی است. میتونید که برنامه رو به صورت لایو از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی ببینید و همچنان برنامه های گذشته رو از طریق یوتیوب و آپارات دنبال بکنید و نظرات خودتان رو برای ما بگذارید. اما موضوعی که در روزهای چهارشنبه با کارشناس و محترم در خدمت شما دوستای عزیز هستیم، عنوان اصلیش تعلیم و تربیت زیربنای توسعه است. کارشناس محترم مباحث بسیار مهم میره در این زمینه خدمت ما و شما ارائه میکنند. اما ببینیم که امروز در چه حیطه‌ای می‌خواین که با ما صحبت بکنن. خانم علیزاده در خدمت شما. تشکر، بسیار ممنون. بله دوستان عزیز، همچنان که می‌دانین کلاً نظام آموزش پرورش یا تعلیم تربیت بسیار اهمیت داره، ارزشمند هست و می‌تونه که زیربنای توسعه یک کشور باشه. خب ببینین، آموزش پرورش یا تعلیم تربیت یک مقدار بعضی از کارکردهاش آشکاره که ما میبینیم، بعضی از کارکردهاش پنهانه. آشکار مثل مثلا انتقال فرهنگ ما میبینیم در آموزش پرورش صورت میگیره، یا جامعه پذیری را میبینیم که و یا اینکه تربیت نیروی متخصص را ما میبینیم در نظام تعلیم و تربیت، قابل روشن و قابل لمس است. اما بعضی کارکردهاش باز پنهانی هست. مثل چی؟ مثل فاصله طبقات اجتماعی را تغییر میده تعلیم تربیت. در گذشته کسی که در یک طبقه اجتماعی بالای قرار داشت همچنان بالا بود، و کسی که در یک طبقه اجتماعی پایین‌تر قرار داشت، کارگر بود، بالاخره مزدورکار بود، همین رقم میمان و بچه هم از او هم به تبع باید هم شغل پدر ادامه پیدا میکرد و نمیتونست تغییر طبقه بده و خودش به سطح بالاتر برسانه. ولی خب نظام آموزش پرورش باعث شد که تحول صورت بگیره، که خیلی کس بر اساس استعدادها، تلاشها، علایق و پشتکار و کوششی که میکنه، هر کس به هم اندازه هم نتیجه بگیره از آموزش پرورش و بتونه رشد طبقه اجتماعی پیدا کنه و یک تحرک اجتماعی را ایجاد کنه. و یک از کارکردهای پنهانی دیگه آموزش پرورشیه که قدرت والدین رو کمتر میکنم، چون که ما شما مشاهده هستیم که خب والدین مثل گذشته او قدرت و او تحکمه که گذشته را نداره و بسیار وقتها بچه های ما فرهنگ پذیریشون از تعلیم تربیه و از مکاتبی هست که در او درس میخونه. خب یک نکته که اینجا اشاره کردیم، گفتیم که یکی از کارکردهای آشکار تعلیم تربیت انتقال فرهنگه. مبحث امروز ما همینه و میخواییم نقش تعلیم تربیت را بر انتقال فرهنگ بس کنیم، گفتگو کنیم انشالله که امید چه رقم نظام آموزش و پرورش باعث تغییر فرهنگ، تحول فرهنگ، انتقال فرهنگ میشه. اول اصلا خانم علیزاده، فرهنگ چیست که بسیار زیاد نام و یاد از اون میشه؟ بعضی افراد با فرهنگ میگن، بعضی به اصلا درست است این اصطلاح که میگن یا بله درسته؟ بله، از فرهنگ تعریف مختلف شده، کوتاه بلند، حالا چند تعریف که خدمت شما عرض کنیم. بعضی ها فرهنگ را اساره زندگی اجتماعی میگنن، یعنی کل زندگی اجتماعی یک جامعه را که جمع کنیم اساره از اون میشه فرهنگ و جامعه. بعضی ها فرهنگ را میراث گذشتگان خود میدانن،
و بعضی به طور کلی مجموعه ای از آداب، رسوم، اخلاق، هنر، روش زندگی، سبک پوشش، سبک گویش، همه اینها مجموعی از اینها را که جمع کنیم و یا به طور کلی صفاتی که انسان کسب میکنه، ذاتی نیست، کسب میکنه، مجموعه اینها را بهش میگن فرهنگ یک جامعه. پس فرهنگ یک مسئله این نیست که بگویم که مثلا از پدر به بچهش میرسه به صورت ارثی، باید حتما اون را کسب کنه به دست، ولی از یک نسل به نسل دیگر میرسه. ما فرهنگ گذشتگان خود حفظ کردیم و باز ما به نسل جدید منتقل میکنیم که به عنوان یک افغانستانی چه عناتی داریم، چه آداب و رسومی داریم، چه ارزش‌هایی داریم، چه چیزهایی در فرهنگ ما زشت شمرده میشه، چه تقویم میشه، چه چیزهایی در فرهنگ ما ارزشمند است و تمجید میشه. خب کلی که از اینا میشه فرهنگ ما ایره منتقل میکنیم، چه به صورت غیر رسمی در خانه، خانواده، توسط کلانا، پدر و مادر، با آداب و رسوم و با محفلهای خانوادگی که به مناسبتهای مختلف برگزار میکنیم، و به چه به صورت رسمی در مکاتب و مدارس انتقال فرهنگ صورت میگیره. پس از فرهنگ چند تعریف کردیم، و اما اینکه فرهنگ چه کارکردی داره، چه وظیفه‌ای داره، چه ویژگی داره که ما اینقدر از فرهنگ گپ میزنیم و معتقد هستیم که خب شخصیت یک جامعه فرهنگ او جامعه است، همینطور که شخصیت یک فرد مساوی است با فرهنگ او فرد. خب یکی از ویژگی های فرهنگی هست که فرهنگ هویت ساز است. یعنی چی؟ به یک فرد هویت میدهد. شما یک فردی رو که میبینین، رفتاری که از او مشاهده میکنین، گفتاری رو که مشاهده میکنین، و یا حتی مدل پوشش از او رو که میبینین، سبک غذا خوردن از او رو حتی میبینین، میگین فرهنگش، فرهنگش هست. میگین فرهنگ خانوادگی هست، فرهنگ فردی هست، فرهنگ اجتماعی هست، و یا جامعه از این رقم فرهنگ داره. ببینیم و فرد بسیار به فرهنگ خود وابسته هست و بسیار او رو سعی میکنه که همون را داشته باشه، حتی اگر در یک جغرافیای دیگه زندگی کنه، سعی میکنه او پوشش و او گویش و او سبک غذا خوردن و نوع غذای را حفظ کنه، به خاطری که معتقده باید فرهنگ اصیل خود حفظ کنه، داشته باشه و او را منتقل کنه به نسل بعدی، حتی اگر در یک جغرافیایی دورتر از جامعه خودش باشه. پس فرهنگ چیزی که بیشتر بر پایه آداب و رسوم استوار است. بله، آداب و رسوم استوار هست که از گذشتگان به ما رسیده و ما با حفظ از او ایره به نسل آینده منتقل میکنیم. خب وقتی وارد دنیای تعلیم تربیت میشیم همین کارو میکنه. باز هم که ما همینطور که میبینیم در هر جامعه نظام تعلیم تربیت و جامعه بر اساس ساختار و فرهنگ و جامعه استوار شده. یعنی نظام تعلیم تربیت افغانستان، اون چیزی که در داخل کتاب ها، اون چیزی که به عنوان ارزش القا میشه به نسل جدید، خب متفاوت است از نظام تعلیم تربیت ایران، یا متفاوت است از نظام تعلیم تربیت پاکستان و کشورهای غیره. پس ببینین هر کشوری به این خاطری که فرهنگ مخصوص خود داره، همون را گنجایش میکنه، همون را ایجاد میکنه. ما بین کتاب ها، دروس ها، درس ها، مکاتب، معلم ها که همون فرهنگ منتقل کنه و یک نسل بعدی که در اختیار نظام تعلیم تربیت است. خانم علیزاده، سوالی که به ذهن میرسه است که خب آیا باید اصرار داشته باشیم برای که فرهنگ ما حفظ شه و چیزی که از گذشته مونده؟ ما این رو باز بحث میکنیم انشاءالله در ادامه مبحث، که آیا این خوبه که ما حتما حفظ کنیم یا نه دیگرگون سازی و تغییر هم لازمه و هسته. باید انشاءالله اگه دوستا همراه ما باشه در ادامه برنامه ما ایره بحث میکنیم. خب یک ویژگی فرهنگ دیگه هست که فرهنگ مسئولیت آور است. یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی وقتا خیلی از مواردی که ما برخورد میکنیم، یا مثلا رفتارهایی را میبینیم، پوششهایی را میبینیم در جامعه، من رغبتی ندارم با او پوشش، من رغبتی ندارم با او غذا، میگیم نه، چوکات فرهنگی من اجاب نمی کنم من این لباس بپوشم، یا این فرهنگ من نمی پذیره که من این رقم گپ بزنم، این غذا رو بخورم، یا این مثلا تفریحات داشته باشم، این محافل من شرکت کنم. پس فرهنگ باعث میشه مسئولیت پیدا کنی، یعنی اینکه به خودت اجازه ندی هر کاری رو بکنی، حق انتخاب پیدا میکنی، حق اینکه تو ادراک داشته باشی، درک کنی، فکر کنی که آیا
این رقم رفتارها یا این رقم گویش‌ها یا همه چیز، هر چیزی، حتی سبک غذا خوردن. ببینید شما در یک جامعه می‌بینید که با چنگال و قاشق غذا می‌خواد، در یک جامعه با دست غذا می‌خواد، در یک جامعه دیگه با دو عدد چوب غذا می‌خواد، درسته؟ پس سعی می‌کنه و می‌بینید که وقتی که حتی اگه تغییر جغرافیایی ایجاد می‌کنه، مسافرت می‌کنه، باز هم چنگال و قاشق خود همراه خود داره یا مثلا هم چوب خود همراه خود داره. این جزء فرهنگ، بله فرهنگ نمونه ای از فرهنگ جامعه است که سعی می‌کنه اون رو حفظ کنه. مسئولیت ها برای یعنی اون چیزی که در دیگران در یک جامعه دیگه عرف باشه، ما اون رو نمیپذیرم، میگم در چوکات فرهنگی من نیست، فرهنگ من این رو نمیپذیره. ممکنه یک رفتار یک پوشش در یک جامعه بسیار عادی باشه، ولی برای جامعه من نه، مثلا غیر عادی است. خب من سعی میکنم بر اساس فرهنگ جامعه خود رفتار کنم و اگر من او پوشش و یا او رفتار در جامعه خود داشته باشم، یک ضد فرهنگه، در حال یک جامعه دیگه کاملا یک امر عادی باشه. اگر از خانم علیزاده اجازه بدن یک مین برنامه رو ببینیم، بعد از در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم، اگر سوال از کارشناس محترم دارید، همین الان هم میتونید که از طریق شماره تماسی که زیر نویس شده از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شید و سوال خودتان را بپرسید. یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی میبینید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده با موضوع نقش تعلیم و تربیت در انتقال فرهنگ. خانم علیزاده، شما در مورد فرهنگ صحبت کردید، یک مفهوم بسیار بسیار پیچیده است، از اون جهت که وقتی شما تعریف میکنید فرهنگ را، به ذهن من مفاهیم بسیار زیاد میرسه، آداب و رسوم میرسه، زبان به ذهن میرسه، دین به ذهن میرسه، اخلاق به ذهن میرسه، این تمام اینها همونطور شما فرمودید اساره از زندگی اجتماعی، بله زندگی اجتماعی است در واقع فرهنگ، و قابل تفکیک هم نیست، اگر هم بشه بسیار به سختی تفکیک میشه از مفاهیم دیگه که در کنارش وجود داره. شما فرمودید که آثاری فرهنگ داره، اثر هویت سازی داره، قطعا بسیار اثر بسیار مهم است، مثلا به عنوان یک فارسی زبان، به عنوان یک پشتون زبان، یک نفر نمیفهمم کسی که ترک زبان است و اینها، قطعا زبان فارسی بخش از هویت از ماست و فرهنگ فارسی هویت ما را ساخته، همطور که او فرد پشتون هم هویتش را زبان پشتونیش ساخته و مسئولیت آور است. به این معنی خواهم از من امیر متوجه نشم، مسئولیت آور است به این معنی که در امو جامعه که در او فرهنگ است، من احساس میکنم که مسئولیت دارم و از برخورد بقیه افراد در امان هستم. چه رقم؟ ببینید مسئولیت آور است یعنی که این فرهنگ باعث میشه که شما هر تغییر رو نپذیرین، هر تحول رو نپذیرین، یک استادگی میکنه در مقابل از او، میگی در چوکات فرهنگ من نیست. شما میرین وارد یک کشور خارجی میشین، خب شروع میکنه به دست دادن دیگه، درسته؟ ولی فرهنگ من نمیپذیره که یک زن با یک مرد دست بده، و شما مسئولیت میکنه فرهنگ چون ایجاب نمیکنه، سعی مقاومت میکنی، استادگی میکنی، در حالی که در کشور بسیار رواج داره و یک امر کاملا طبیعی است. ولی خب چون الان این مسئله مسئولیت که شما گفتید، خب در این مثالی که شما فرمودید من کاملا همدلی میکنم، حالا چون جزء فرهنگ ما هم نیست و قطعا من با خیلی راحت تر همدلی میکنم با این مسئله که شما فرمودید، اما خب یک نفر دیگه یک فرهنگی داره که این فرهنگ را من نمیپسندم. مثلا ما داریم در جوامع قبایلی در افغانستان که معتقد هستن مثلا دخترشان حق نداره از خانه بور شوه. من دیدم کسانی را داشتم که مثلا میگفتن که ما مثلا عروس خانه، تمام فامیل مثلا برادر شوهر یا پدر شوهر و اینها عروس خانه را نمیبینن، نمیفهمن که کی است، چی رقم است، اگر بیمار باشه، اگر مریض باشه به شفاخانه منتقل شوه، این بچه سختی حتی ممکنه که مخالفت کنن که یک دکتر او را
معاینه بکنه، این هم جزء فرهنگ است. و خب این مسئولیت باعث میشه که اینها هم مقاومت کنن، یک چیزی که حتی ممکنه باعث گرفتن جانشان شده، مقاومت میکنه و انجام نمیده. متاسفانه در جوامع سنتی بسیار بر فرهنگ گذشته خود پایبند است و هیچ گونه تغییر در او نمیپذیره. ما الان نقدی که داریم بر همین انشاءالله ادامه برنامه همین را نقد میکنیم که واقعا این همه مقاومت و ایستادگی ظلم است که ما در مقابل تغییر فرهنگ داشته باشیم. خب از ویژگی فرهنگ یکی این که پویا و خلاق است. پویا و خلاق است یعنی چی؟ یعنی فرهنگ در عینی که استوار هست ایستا نیست، بخوای نخوای تغییر خوده میکنه و سمت پویایی و سمت خلاقیت تغییر و تحول درونی خوده داره. همونطور که فرهنگ جامعه ما نسبت به 100 سال پیش تغییر کرده، نسبت به 50 سال پیش تغییر کرده، البته پویایی و خلاقیت در جوامع سنتی بسیار روندش کند است، ولی در جوامعی که در حال توسعه باشه این روند خیلی به وضوح قابل مشاهده است که چقدر تغییر کرده. پس ما میتونیم بگیم که جوامعی وجود داره که این ویژگی های فرهنگی در اونا پررنگتر است، مثلا پویاتر هستن. به جوامعی که مسئولیت زادتر هستن، جوامعی که هویت سازتر، فرهنگ های هویت سازتر هستن، چنین چیزی میشه گفت؟ بله. خب ببینید چون جوامع سنتی بسیار پایبندی داره، تغییر و تحول پویایش هم کمتر است، ولی جوامعی که بر اثر تغییرات تکنولوژی، انقلاب صنعتی و تحصیلات اجتماعی که ایجاد میشه و با سواد شدن مردم، خود به خود این تغییر فرهنگ هم بسیار سرعت بیشتری داره نسبت به جوامع سنتی. خود تعلیم تربیت وقتی میاد وارد خانه ها میشه، خود به خود یک تحول فرهنگی را ایجاد میکنه. ولی جوامع سنتی تحول فرهنگی میگید، منظور شما یاد تغییر نگرش یا به صورت کلی ممکن تغییر کنه؟ گفتیم فرهنگ دامنه بسیار گسترده‌ای داره، ما نمیتونیم کلی دامنه از این مورد بررسی قرار بگیریم. یک گوشه و یک اثری که میتونه تعلیم و تربیت داشته باشه تحول فرهنگی و تغییر نگرش در خانواده است. وقتی که من در یک خانواده کاملا سنتی که مادر حق تحصیل نداشته، ولی الان طوری شده که فرزندان از خانواده تحصیل میکنن، چی دختر و چی پسر، قطعا نگرش اونها، روش زندگی اونها با پدر و مادر بی سوادشون که بسیار متعصب بار آمده متفاوت خواهد بود. دیگر او تعصب و او نگرش منفی را نسبت به دختر خود، نسبت به تحصیلات نداره و این خب یک تغییر فرهنگه. چی ایجاد کرده؟ تعلیم و تربیت. چه چیزی باعث انتقال و این تغییر و این تغییر فرهنگ شده؟ اون نظام تعلیم تربیتی که کودکان این خانواده متعصب و سنتی وارد نظام تعلیم تربیت شده و باعث ایجاد تغییر نگرش و فرهنگ از اون خانواده شده. پس این ویژگی های فرهنگ، یک اینکه فرهنگ جهانگیر هست و جهان شمول است، به این صورت که بخوای نخوای فرهنگ ما بر جوامع دیگر تأثیر میگیرد، میپذیرد، همانطور که ما باز از جوامع دیگر تأثیر میپذیریم. وقتی بسیاری از هموطنان ما مهاجرت میکنه، میره در کشورهای اروپایی و اونجا زندگی میکنه، بخوای نخوای فرهنگ و کشور تأثیر خود داره، چون من نمیتونم فرهنگ کاملا ایستا نگه دارم و بگم نه من هیچ تغییری نمیکنم. و همونطور که من هم میتونم در جامعه تغییرات ایجاد کنم، فرهنگ من هم میتونه تغییر ایجاد کنه و فرهنگ دیگران هم در من میتونه تغییر ایجاد کنه. پس فرهنگ چیز ایستا نیست که ما اگر نگه داریم. این همه تغییر و تحولات و فرهنگ ایجاد میشه، چه چیزی باعث میشه که ما بگیم که مثلا من اما فرهنگی رو دارم، مثلا فرهنگ فارسی دارم؟ خب از بیش از چند هزار سال قبل این فرهنگ آمده، زده، کنده، تغییر پیدا کرده. من پس نمیتونم ادعا بکنم که این فرهنگ همون فرهنگ است، کاملا تغییر. نگاه، زبانشون جزء از فرهنگ یک جامعه شماست. خب شما زبان فارسی رو دارن، آیا زبان فارسی ما، نحوه صحبت کردن و تکلم ما با 50 سال پیش یکی است؟ نیست، تغییر کرد. سبک شعر، سبک نویسندگی ما آیا با 50 سال پیش، با 100 سال پیش یکی است؟ تغییر کرده. همون زبان فارسی رو داریم ولی تغییر و تحولی در روی ایجاد شده، درسته؟ یعنی در یک ثبات تغییر در هنگ، بله، در حین استواری و ثبات ایستا نیست، تغییر میکنه، پویایی داره، خلاقیت داره. و اینکه فرهنگ یک امر تعلیمی و اکتسابی است، این چیزی نیست که ما بگیم ذاتن یک نفری تمام این فرهنگ و این آداب و رسوم داره یا به طور ذاتی به دنیا اومده میره. نه، هر کس هر جایی به دنیا اومد با فرهنگ هم جامعه کلان میشه و همو رو میپذیره.
بپذیره. بازم اگه مثال سرتون از کنم، این هموطنهای ما که باز مهاجرت میکنه، خب شاید نسل قبلی که مهاجرت کردن چون ریشه هاشون با بافت فرهنگی کشور خودشون شکل گرفته، او فرهنگ او انعنات او ارزش ها را حفظ کنه، ولی نسل بعدی اینها که در یک کشور دیگر در یک کشور بیگانه به دنیا میره و وارد نظام تعلیم و تربیت و کشور میگه، انتظار نداشته باشیم که همون فرهنگ پدر و مادر اونها داشته باشه، چرا که همون نقش و تأثیری که نظام تعلیم و تربیت داره در انتقال فرهنگ بر اونها تأثیر خود میگذاره و اونها با بافت فرهنگی او جامعه رشد پیدا میکنه و ما میبینیم که بسیار سبک رفتار و حتی آداب معاشرت اونها بچه ها متفاوت میشن نسبت به نسل قبلی. خانم علیزاده، نقطه یعنی تاثیرگذار، او چیزی که بیشترین تاثیر بر انتقال فرهنگ میتونه بگذاره چیسته؟ چون مثلا مثالی که شما فرمودید مهاجرت است و ما هم به چشم خودمون دیدیم که تغییرات فرهنگی در مهاجرت بسیار زیاد است، به ویژه برای نسل جدید. اما خب من یک مثال به ذهنم رسید، تقریبا 500 قبل از میلاد در حکومت سلوکی، حکومت یونانی، زبان فرهنگ فارسی ممنوع شده، همه باید به زبان یونانی صحبت کنن، برای چند صد سال مردم همه به زبان یونانی صحبت میکنن. و محض اینکه ارشک یعنی حاکم اول اشکانی کودتا میکنه، حاکم سلوکی رو بر از جای خود بر میداره و خودش حکومت میکنه، دوباره زبان و فرهنگ فارسی بر میگرده. یعنی این 300 سال حکومت و زور حاکم باید بالاخره چند نسل است بعد اونقدر تغییر ایجاد بکنه که او فرهنگ قدیم فارسی کاملا از بین بره. چرا از بین نرفته؟ حتما زبان خود حفظ کرده با تمامین، همطور که خیلی از فارسی زبان‌های ما مهاجرت می‌کنن در کشور اروپایی، ولی زبان فارسی خوده که حفظ می‌کنه قطعاً و ایره سعی می‌کنه که در نسل بعدی خود که حتی هیچ آشنایی با زبان فارسی نداره، که حداقل اگر شده ما بین خانه فارسی گپ بزنیم که بچه‌م زبان مادری خود داشته باشه. و گرچه که تعلیم تربیت رسمی سوئیچ فارسی نیست و نمی‌دونه و یا حتی نوشتاریش بلد نیست، ولی سعی می‌کنه که حتماً زبان فارسی رو در نسل بعدی خود حفظ کنه داشته باشه. شاید به همین طریق هم بوده و اینکه اون مسئولیتی که داشته در زمان جامعه قدیم حتما خیلی بیشتر باشه بوده، به این خاطر که تغییر تحول به شکل امروز نبوده، ارتباطات به شکل امروز نبوده و قطعا اون جامعه بیشتر حفظ میکرده فرهنگی و که میراثی که از گذشتگان خود داشته. پس این احتمال تغییر فرهنگ در جامعه امروزی به نظر شما بسیار بیشتر است در بین مردم امروزی؟ بله، در جامعه که در حال توسعه است باز خیلی بیشتر نسبت به جامعه سنتی و جهان سومی بسیار بیشتر است. خب حالا میریم سر سوال شما که گفته بودیم که آیا همین چه نقشی داره تعلیم تربیت و آیا اینکه ما فرهنگ حفظ کنیم درسته یا اینکه نه. ببینیم، ما ویژگی‌های فرهنگ گفتیم فرهنگ هویت دهنده هست، فرهنگ مسئولیت آور هست، فرهنگ پویا و خلاق هست، فرهنگ اکتسابی هست و غیره. و اما میخواییم ببینیم که این آموزش پرورش یا همون تعلیم تربیت که ما بحث میکنیم که میگیم نقش مهم و اساسی را بعد از خانواده نظام تعلیم و تربیت یک جامعه است که در حفظ فرهنگ، در انتقال فرهنگ، در تغییر و تحول فرهنگ داره چه رقم است؟ سه دیدگاه یا سه رویکرد داره نسبت به این تغییر فرهنگ که آیا خوب هست یا نه. یکی دیدگاهی هست که ما اگر خانم علیزاده منزد نخوام اگر اجازه بدیم ادامه برنامه باشه، چون ظاهرا مبحث طولانیه، است اجازه بدیم بعد از میان برنامه ببینیم بینندگان عزیز و محترم یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. سلام مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، به ویژه شما دوستان عزیزی که نو به جمع پیوستید. عزیزان، موضوعی که امروز کارشناس محترم با ما شما صحبت میکنن
نقش تعلیم و تربیت در انتقال فرهنگ است. اگر کدام سوال دارید از کارشناس محترم از طریق شماره تلفن هایی که زیر نویس میشه با ما در ارتباط شوید. اما بعد از گفتگوی خودمون با کارشناس محترم خانم علیزاده میپردازیم. خانم علیزاده در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. خب در روند تحول فرهنگ به وسیله نظام تعلیم و تربیت گفتیم سه رویکرد یا سه دیدگاه وجود داره. یک رویکرد محافظه‌کارانه هست، یک رویکرد بازسازی‌گرانه هست و یک رویکرد نقادانه. خب یک به یک اینا رو که بحث کنیم، رویکرد محافظه‌کارانه میگه که نه، فرهنگ را باید همون رقم که از گذشتگان به ما رسیده ما وظیفه داریم در نظام تعلیم تربیت بدون هیچ گونه تغییر و تحولی به نسل بعدی منتقل کنیم. یعنی همون ارزش ها، همون آداب، رسوم، عنعنات، گویش ها، پوچش ها و هر رقمی که بوده از گذشتگان ما این را باید به نسل بعدی منتقل کنیم و بچه های ما باید موظف است که این فرهنگ حفظ کنه. اصلا شدنی هست چنین چیزی خواهد بود؟ ببینین، گفتیم ما یکی از ویژگی های فرهنگ گفتیم پویایی و خلاقیت. بخوای نخوای فرهنگ تغییر خوده، سیاست تغییر میده، جغرافیا تغییر میده، این فضای مجازی تغییر میده، ارتباطات تغییر میده، بخوای نخوای فرهنگ تغییر پیدا میکنه. اما ممکنه در یک نظام تعلیم تربیت بیاد ایستادگی کنه. یعنی میگه این نقش محافظه کارانه ای که داره ایستادگی میکنه و میگه نه، هر گونه تغییر و تحولی در فرهنگ ما، در این عنعناتی که ما حفظ کردیم از گذشتگان اشتباه است. ببینید من به شما بگم، بعضی ها حتی مثلا هستن که مثلا مصرف چنگال، ببینید یک چیزی که خب مال کشورهای جهان سوم نبوده و بعضی فرهنگ ها در مقابل استادگی میکنه، میگه چون بیگانه است، چون از ما نیست، ما استفاده نمی کنیم، در حالی که کارهای خود داره دیگه. درسته؟ خب منظور یک زمان است که مثلا یک چیزی که از بیگانه است و عموم جامعه او رو نمیپذیرند، استادگی انرژی زیاد مصرف نمیکنه، خرج نمیکنه. ولی اگر یک چیز باشه که عموم جامعه او رو میپذیرند، حالا من به عنوان متولی فرهنگی رو نمیپسندم شخصا، وقتی که میخوام که استادگی کنم، خب این انرژی بسیار زیادی میبره، من باید مانع شوم اگه افرادی میبینم جایگزین پیدا کنم. بله، جایگزین پیدا کنم. و آیا اصلا من جایگزین مناسبی که پیدا. جامعه رو بپسنده بتونم جایگزین بکنم؟ یعنی این هم مسائلی است که بسیار دشواره. خب نقدی که میشه به این رویکرد که محافظه‌کارانه این است که این رقم رویکرد یا این رقم روش باعث میشه که کشور توسعه پیدا نکنه، جامعه توسعه پیدا نکنه، چون فرهنگ ذاتاً ایستا و نیست و ما باید فرهنگ پویا باشه، خلاق باشه و این ایستادگی و این مقاومت محافظه‌کارانه باعث میشه که فرهنگ جامعه ما در ارتباط با فرهنگ‌های دیگر نباشه و ممکنه اون فرهنگ‌ها پیشرفت‌های مخصوص به خود داشته باشه، ولی ما همچنان اصرار بر این که ما فرهنگ گذشته خود حفظ کنیم و این باعث درجا زدن ما میشه، باعث میشه که ما توسعه پیدا نکنیم. خب یک روی کرده است. یک روی کرده دیگه میه بازسازی‌گرانه است و میگه که نه، چون فرهنگ رو ما اگر تغییر و تحولی در فرهنگ ایجاد کنیم، مثلا یک تغییر از بیرون ما دیدیم خوشمان اومده، میگیم که در فرهنگ جامعه خود جا کنیم. خب تغییر تحول در خلق که صورت نمیگیره. تغییر و تحول باید بر مبنای، بر استوار باشه، بر ستونهای اون جامعه استوار باشه. خب اون ستونها کجاست؟ اون میراث فرهنگی که از گذشتگان رسیده. پس اگر تغییر و تحولی هست باید روی اون فرهنگ گذشته ما باشه. یعنی با این که حفظ میکنیم فرهنگ گذشته خود رو، تغییر و تحولات امروزی رو هم ایجاد میکنیم در فرهنگ خود. این میشه یک نگاه بازسازیگرانه، یعنی بازسازی میکنیم فرهنگ ما رو تا از این رقم از پویایی نمانه، ایستاده نمانه و از دنیایی که داره پیش میره عقب نمانه جامعه ما. این یک روی کرده است. این خانم علیزاده این روی کرد، خب باز من دوباره به ذهنم میرسه که اگر جامعه جامعه باشه که فرهنگ سنتی گذشته خود همچنان بپسنده و دوست داشته باشه ادامه بده، آیا تغییراتی که من ایجاد میکنم جامعه رو میپذیره؟ خب این باعث شکاف دو نسل میشه، چون نسل گذشته آنچه که در کشور سنتی بسیار میبینیم و حتی در کشور ما قابل مشاهده هست که نسل گذشته بسیار اصرار داره به حفظ فرهنگ گذشته و میگه ما وقت پدر و جد و کلانایی مزی کارا نکردیم، مزی پوشش ها نداشتیم، حال مثلا اولادای ما این رقم است، ولی نسل جدید میپذیره و این باعث شکاف فرهنگ میشه بین نسل قدیم و نسل جدید. پس نقش نظام تعلیم تربیت چیه؟ که با حفظ فرهنگ گذشته تغییر و تحولات امروزی رو هم بیاد جای بده، خب فرهنگ سازی کنه. درست؟
فرهنگ یک مفهوم بسیار بسیار گسترده است، اما شما فهمیدید. اما خب حد محدوده فرهنگ چیست که ما بگوییم که مثلا فلان تغییرات ایجاد شده و همچنان فرهنگ هم حفظ شده؟ نه، اون تغییرات رو وارد فرهنگ کنیم و سبک فرهنگ خودمان. ما نمیتونیم یک تغییر تحول که در یک جامعه با فرهنگ خودش رخ داده و مربوط به اون جامعه رو عین از اون وارد جامعه، قطعا مقابله میشه، قطعا مسئولیت سازی آشکار میشه. ولی میتوان با ساختار جامعه خود تلفیق داد، یعنی خوبی ها ارزش هایی که مطابقت داره با ارزش های جامعه ما رو بپذیریم. مثلا من بهتون بگم همین فضای مجازی کاملا یک چیزی که از مال کشورهای ما نبوده، یک چیزی بر ما آمده، درسته یا نه؟ خب ما میتونیم از این امکانات و از این فرهنگ فضای مجازی میتونیم هم استفاده مثبت داشته باشیم هم استفاده منفی داشته باشیم. خب ممکن در یک کشور بسیار چیز رواج عادی داشته باشه، کدام فیلم یا کدام موسیقی که هست بسیار عادی است، ولی خب جامعه ما نمیپذیره، ما میگیم فرهنگ ما نمیپذیره. پس ما میتونیم از این وسیله فرهنگی به نفع ارزش‌های خود استفاده کنیم، نه اینکه بگیم ما نمیپذیریم، مسئولیت ایجاد کنیم که ما اصلا همچین چیز خوش نداریم، در چوکات فرهنگ ما نیست، ما هیچ نمیپذیریم. نمیشه. خب میشه از این استفاده کرد، با سازگرانی میگیم میشه از این استفاده کرد، ولی بر پایه فرهنگ جامعه خود، بر پایه اون ریشه هایی که داریم، اون ارزش هایی رو که داریم ما مطابقت کنیم، از این یک وسیله، از این فضا میتونیم استفاده کنیم به نفع ارتقای فرهنگ خودمان. آنها اگه جهانی سازی میکنن، ما هم میتونیم فرهنگ خود جهانی کنیم. درسته؟ من باز فکر میکنم این مسئله بسیار مسئله دشوار است، چون محدودش مشخص نیست. یک زمان شاید یک نفر فکر کنه بر اساس فرهنگ دینی اسلامی مثلا دختر در خانه نباید بور شود، باز نفر دیگه میگه بر اساس فرهنگ دینی اسلامی دختر بور شود، ولی خب مثلا پوشش در این حد باشه، مثلا یک چادری کامل روی خودم بپوشانه. یک نفر دیگه میگه بر اساس همین فرهنگ و عنعنات اسلامی یک دختر میتونه از خانه بور شود و به مکتب هم بره صرفا تا صنف 6. یک نفر دیگه میگه خب بر همین اساس فرهنگ اسلامی نه تا دانشگاه هم میتونه بره. یک نفر میگه خب لباسش چه رقم باشه، پوشش چه رقم باشه، ممکن حتی تا جایی برسه. و من دیدم به چشم خودم افرادی که کاملا میگن ما مسلمان هستیم، فرهنگ و دین اسلامی را و مذهب اسلام را قبول داریم، ولی خب دخترمون کاملا سرش لوچ است، یا مثلا در فلان سن اگر باشه سر لوچ باشه هیچ مشکلی هم نداره. خب همینی که شما گفتید یک رویکرد نقادانه ای که هست همین رو میطلبه. میگه فرهنگ رو کی ساخته؟ طبقاتی که حاکم بوده بر جامعه. طبقات حاکم چی رقم کرده؟ آن چی که به نفع خودشان رو بوده به عنوان فرهنگ القا کرده به مردم. خب ممکن این طبقات حاکم حالا میتونه مثلا بگیم که مبلغان دینی باشه که تندرو باشه، میتونه یک طبقه حاکمی باشه که بر یک جامعه باشه لحاظ اقتصادی. بله رویکرد سوم است که میگن که این طبقات اجتماعی که حاکم بوده و ارزش هایی که به نفع خودشان را بوده بر جامعه القا کرده و او رو به عنوان یک فرهنگ نسل به نسل انتقال داده، یعنی یک فرهنگ شده برای ما که مثلا یک طبقه ای را در جامعه باید تکریم کنیم، در حالی که هیچ چیز خاصی هم نیست پشت این مطلب، ولی چون فرهنگ بوده، فرهنگ شده و نسل به نسل برای ما ایجاد شده و همین تکریم کردن و همین که ما حفظ کنیم فرهنگ گذشتگان ممکنه به ما ظلم شده باشه. همون چیزی که شما الان گفتین در مورد تحصیل دختران، درسته فرهنگ اسلامی رو ایجاب میکنه که دختری رقم باشه، یا اگر مثلا بعض خانواده ها نخواد و یا اون ارزش هاشون باعث بشه که دختر روانی مکتب نکنه، خب آیا این ظلم به اون نیست؟ قطعا ظلم است دیگه، چون این فرهنگ باعث ایجاد ظلم میشه. نگاه نقادانه همین رو میگه که این رقم فرهنگی باعث ایجاد ظلم میشه، چرا که اون ممکنه به ضرر و طبقه اجتماعی که حاکم بوده، به ضرر و کسی که این فرهنگ ایجاد کرده بوده، سعی میکنه امیر نسل نسطمنی داشته باشم را تا او به منفعت خود برسه، ولی در این حال ظلم میشه به نسلی که این فرهنگ رو میپذیره ایجاد میکنه. خب این بسیار تحول فرهنگی بسیار گسترده، بسیار دامنه بزرگی داره، از هر نگاهی به او بنگریم حرفی برای گفتن داره، چه سیاست، چه دین، چه اجتماع. و بحث امروز ما میخوام بریم از نگاه تعلیم و تربیت. بله. چون چیزی که در تخصص من هست، من خب من نمیدونم از نگاه دینی یا مثلا از سیاسی اینا بحث کنم، خب چیزی که در من میتونم بحث کنم که این نظام تعلیم و تربیت چه نقشی میتونه داشته باشه. حالا ما این سه تا رویکرد رو که بحث کردیم رو چگونه میشه در نظام تعلیم تربیت جامعه ایجاد کرد؟ خب یک نظام تعلیم و تربیت
سالم، پویا، کارآمد در یک جامعه میتواند در عین حالی که فرهنگ گذشته خود را حفظ کنه، در عین حال ارزش‌ها و تحولات فرهنگی که بیرون از فرهنگ خودش رخ می‌دهد تلفیق کنه در نظام تعلیم و تربیت و اونها را هم بیاره و روی فرهنگ قبلی خود استوار کنه، چون باید ریشه داشته باشه. ببینید گفتیم تغییر و تحول فرهنگ در خلأ صورت نمیگیره. پس این وظیفه نظام تعلیم و تربیت یک جامعه است که اگر مسئولان متعهد، متخصص و دلسوز داشته باشه، اگر معلمانی کارآمد، کاربلد، با ثبات داشته باشه، اگر برنامه ریزی سیاست گذاری درستی داشته باشه، میتونه یک انتقال فرهنگ صحیح هم داشته باشه که در این حالی که ما اون فرهنگ و میراث گذشتگان خود حفظ میکنیم، تغییر و تحول فرهنگی مثبت را هم داشته باشیم. به چی خاطر؟ به این خاطر که جامعه باید پویا باشه، باید استوار باشه و در این حال باید پیشرو باشه و ما نمیتونیم مثل اون گذشتگان خود سعی کنیم فقط در گذشته خود بمانیم، چون اگر در گذشته خود بمانیم در جا میزنیم و عقب میمانیم از این تحولات بروز. پس بنابراین در نقش تعلیم، نظام تعلیم و تربیت مثبت در یک کشور این است که با حفظ ارزش های گذشته بتواند فرهنگ جدید و تغییرات جدید روز را هم حل کنه بر مبنای فرهنگ گذشته خود و یک جامعه فعال و پویا پیش ببره. تشکر. پس به این معنا خانم علیزاده، نظام تعلیم و تربیتی که در هر کشور ایجاد میشه باید پیشرو باشه، با سمت جلو باشه. این نمیتونه برگرده بگه که مثلا جامعه ای که خود این جامعه پیشرو هست با سمت جلو حرکت میکنه، توقف بکنه بگه که نه، یک سری آداب و رسوم فرهنگی، یک چیزهایی ما داشتیم که از بسیار صد سال پیش بود، مثلا 1000 سال پیش، اینها را باید ما کم بگیریم. جامعه را نمیتونه متوقف کنه، باید همراه شو با جامعه و سعی کنه که این همراهی با جامعه را توامان بکنه با حفظ برخی از شاخصهای مهم. خب نگاه نقادانه همین رو میگه، آنچه فرهنگ است در عین فرهنگ ظلم میشه به مردم، به یک قشر خاصی تو جامعه ظلم میشه، باید اینها برداشته شه، باید اینها از فرهنگ خارج شه. ممکنه او قشر یک مثلا طبقه خاصی در یک جامعه باشه، یک نژاد خاصی باشه، میتونه جنسیت باشه که دختر یا پسر باشه، و به همین ترتیب هر اونچه که باعث ایجاد ظلم شده باید حذف شه از جامعه، از این فرهنگ این جامعه. چرا؟ چون ظلم ساز، چون باعث محرومیت میشه و یک فرهنگ اشتباه هست که از گذشته به ما رسیده، باید اصلاح شده. بسیار تشکر از شما. خب الزام داره که شما فرمودید مبحث فرهنگ بسیار بسیار مبحث کلانی است و واقعا یک جلسه و دو جلسه و اینها کفایت نمیکنه، ساعت ها جایی و متخصص جامعه ماست، میخواهد سیاست مدار، میخواهد دیندار، میخواهد و به هر طریقی ما از نگاه خودمون بحث کردیم. بله بسیار تشکر، بسیار استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم. تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. اگر عزیزان کدام سوال از کارشناس محترم دارید، از طریق شماره تماس هایی که زیرنویس میشه میتونید که هر زمان که بخواید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته در خدمت شما دوستان هستیم. از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید، سوالات خودتان را بفرستید، پیشنهاد و یا انتقادی هم اگر دارید ما پذیرا هستیم و بسیار بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان را دریافت میکنیم. با امرای کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشیم. عزیزان و بزرگواران در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.